چه بلایی سر دفتر آورده. یا زهرا، منصور، منصور تو رو خود جواب بده. جنایت کارا، کسافتا، کسافتا این جنایت کار. آب بگید آقای مخبر. منم تازه رسیدم. سلام، چطوری؟ چطوری بزنم؟ شما بهتری؟ عیب نداره دکتر. سلام آقا. سلام. نه من خیلی اینطوری نشدم، همه چیز از بین بردن، بچه ها زخمی شدن، همش فدای سر همتون. از روز اول براتون شیکترش میکنم. کاشی عکاس اینجا بود اقل. پشو پشو بیفرم بیمارستان. با خود جون بچه ها را بنداز. بلند شو. به 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 شازده پسر. کی میره این همه راهو؟ اول اینکه سلام علیکم و قلبی لدیکم. سلام. دوم، حال جناب علی چطوره؟ میبینی دیگه. سوم، آقا را دستگیر فرمودن. عجب بود. چهارم اینکه جناب علی هم شناگر ماهری هست، اینا فقط آب نمیبینه. ای بابا ببین چیکار کرد. خانم مثل که خیلی بد میرسه ها. خب تو هنوز این خرت و پرتا رو دور نریختی؟ بابا زندگی تو باید مدرن باشه. یه آباژور شیک، یه تخت شیک، یه آینه شیک. خب، سو فار سو گود. این کتکم برات بد نشده. نخندونم درد میگیره. بخوام. بخوام.
کپ که در الحمدلله خروس بخونه. نه بابا تو رو میبینم خوشم. خب خیلی مشرف فرمودین، زحمت کشیدین. اختیار دارین، خواهش میکنیم. بالاخره دوستی و رفاقت و مودت و یگانگی و عشق و صفا و مهر و محبت این حرف هم داره دیگه، کاریش نمیتونیم بکنیم. نه بابا رفاقت که فقط یه طرف است، ما که کاری برای جناب عالی نمیکنیم. کلا غیرتن جفنگ نکن. زهره خانم تو رو قرآن زحمت نکشین، من الان میخوام برم. کاری نمیکنم، دارم چای حاضر میکنم. خب کی میخوای بری؟ فردا یا پس فردا؟ والا هر وقت این چش و چارم خوب بشه میرم دیگه. الان نگران نشریه موشن. ببین اصلا نگران نشریه نباش، من تصمیم گرفتم دو هفته تعطیلش کنم. نه بابا دو هفته که نمیشه تعطیلش کرد موشن جون. خب من چونه نزن، وقتی میگم تعطیل یعنی تعطیل، اینم ممانعتی بفرما تمام و کمال. ببینم توی مبلغی هم روی این گذاشتی؟ آره بابا مال دنیا که قابل این حرفا نداره. نه جون من چقدر گذاشتی؟ ده تو که اهل شمارش نیستی، برای تو چه فرق؟ به 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 دست شما درد نکنه. ها به غلط نکنم، چای دارجیلینگ فرد اعلی کار هندوستان. خب نظر من اینه که خانم ادیبان و آقای ادیبان بشینن و با همدیگه هر دو تا این دو تا چایی رو صرف کنن. ما هم با عزتون زحمت رو کم کنیم. نه بابا خب. بشین هوشنگ، کارت دارم. آقای جاوی باور کنی خانم خیلی کار دارم. اول اینکه باید برم اوضاع دفتر رو فیکسش کنم، یعنی روبراهش کنم. دوم اینکه ایشون باید برن ده. سه باید اونجا نماینده بشن. چهار باید برگردن شهر. پنج بیان تازه پارتی ما بشن و سیبیل ما رو چربش کنن. والا منصور قرار نیست پارتی کسی باشه، اون باید از این مردم بدبخت حمایت کنه. صحیح. تا سر میچرخونی خلاصه همه میخوان شعار بدن. بابا یک کلمه دهن ما پرید. آقای ادیبان بفرمایید، عوارض دموکراسی در کشورهای عقب مونده تعبیر بگیرید. روز بخیر. ممنون هوشنگ جان، خداحافظ. این بسته چیه؟ پوله. پول؟ پول برای چی؟ برای انتخابات، برای تبلیغات انتخابات. چقدره؟ نگو، گفت قابلی نداره. تو نباید قبول میکردی، اصلا به چه مناسبت؟ تو به این پول اصلا احتیاجی نداری، مثل دفعه قبل. بابا من از این آدم 5000 تومان قرض خواستم، میشناسیش که؟ گفتش که من اصلا از اول قصد داشتم هزینه تبلیغات تو بدم. چی بهش بگم؟ هوشنگه دیگه. تو به این فکر نمیکنی که به اینا مدیون میشی؟ بعد این هزینه رو باید پس بدی، اون موقع چی کار میخوای بکنی؟ خب بابا پس میدم بهش، منم به روش خودش پولشو بهش پس میدم، شما نگران نباش. باش هر جور خود صلاح میدی. والا به نظر من ادیبان با این موقعیتی که داره، با این تحصیلاتی که داره، حق داره زده همه کس همه چیز باشه، چه برسه به روز انگلیس. حال داره میری شهرشون؟ حال دو سه روز دیگه میرم. خوشم میاد، آدم زرنگیه، دلش میخواست که یک کتک مفصل تری میخورد تا بتونه اونجا مظلوم نمایی کنه، رأی بیشتری جمع کنه، بالاخره زخمی نشون بده. من حاضرم. جدا تو فکر میکنی میتونه رأی بیاره؟ والا چون میدونی بادر خان که پول خرج میکنه حسابی، شازده که آدم زرنگه. خب آجان شازده رأی نمیاره، مردم این روزا نیروی جوون میخواد. باید منتظر بود ببینیم چه اتفاقی میفته. بریم. شما دارین میرین، من هنوز حاضر نیستم که. وای ماما تو رو خدا 4 ساعت طولش ندید. ماشینو گرم کنین، من آماده شدم. Salaam, 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 sal
مصلحته که ببینم. بله بفرمایید. آقا خیلی ممنون، محبت دارید. وای فرنگ خیلی مراسم فصل گرفتم. نه دیگه چاوشی که نبود، مردم خیلی دلشون میخواست بیان استقبال. آقای چایچی هم خیلی زحمت کشیدن. ممنون، وظیفه ما سا بالاخره ذکر صلوات همیشه مبارکه. بله برای سلامتی خودتون صلوات خواهد کن. زمنان رقیبم اینجاست، بفرمایید این کارو نکنید. آقا جون این گوسفند ببرید دم منزل. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. سلام آقای ادیبا. سلام آقای خوانی، از دیدارتون بسیار مشغول شدم. متشکرم. امیدوارم که این بار شما موفق بشید. در تهران فعالیت های مطبوعاتی شما رو پیگیری میکردم، بسیار درخشان بود. متشکرم آقا، خیلی ممنون. چطوری خانزاده؟ سلامت کور. میدونی من کیم؟ هر خری که میخوای باشی باش، برو اون بر. شوهر ننه جدیدت هم، شوهر محبوبه، حال شناختی؟ بریم خونه آقا. اه منتظرم. بله دارم. آقا کبلی شما بفرم. بفرم خبر ستاده بله خوابیتی درست. بله بله. سلام علیکم. آه سلام علیکم. انشالله که خیر و خوشی و انشالله که خداوند همه را برای راست داره. دست درم. آه احمد آقا ممنون. بدید خدمت آقای فرهنگ و خود جناب عالی. چایی منزل آقا جاها خوردن داره علا. بله آقا بفرمایید. بله چشم. خب پس جناب عالی با سر شکسته وارد مجلس می شوید. انشالله که سر شکسته خارج نشوید. بله چه میشه کرد حاج آقا، مملکت که صاحب نداره و الان هم شما خودتون بهتر میدونید در واقع یک مشت اراذل و اوباش به مملکت حکومت میکنه، دولت هم عرضه ای نداره. تمام اوباش همگی زیر خار دولت هستند. بله همه. نه خداوند انشالله آی ادیبان بزرگ را رحمت کند، همین افتگان را انشالله رحمت کند و پسرم انشالله که در برابر خدا و رسول انسان شر شکسته نباشد. بله همونطوری که میفرمایین، ما امیدواریم که جناب دکتر ادیبان مایه فخر و مباهات شهرمون باشن انشالله. انشالله. آی احمد آه خداوند ابوی جناب عالی را هم رحمت کند انشاءالله و بنده وصیت ایشان عمل کردم و انشاءالله دینی دیگر برگردن من نیست. ممنون حاج آقا، خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. به جدتون قسم من با وجود شما اصلا احساس بیپدری نمی کنم. خداوند انشاءالله همه را محفوظ بدارد. آیه ادیبان. بله بله. خداوند جناب عالی محبت های فراوان عنایت کرده است. تحصیلات عالیه، همسر فرمان بردار، اقوام مسلمان متدین و عزت و احترام در میان همشهریان. جناب عالی باید شاکر باشید. بله. و از این همه محبت که خداوند عنایت کرده است باید در جهت رضای خدا که همان رضای مردم هم در آن مستطر شامل است استفاده کنید. انشالله. هرچند با منافع روزمره مردم ظاهرا مغایر باشد ایرادی ندارد. انشالله در
طول زمان مردم به شما متمایل میشوند و متوجه میشوند. چشم آجا. کاملا فرمایش شما آجا متینه. راستی آجا اگه اجازه بدین من آخرین شماره هفته نامه رو با خودم دارم. میخواستم این تیتراشو براتون بخونم. اجازه میفرمایید؟ بفرمایید. بی زحمت بلندتر بخونید. بله چشم. با اجازه. دستگیری آیت الله کاشانی به صلاح دولت نیست. عنایت دارید آج آقا. روحانیون عامل اتحاد مردمند. از آیت الله کاشانی بیخبریم. این قسمتش خیلی جالبه. مجلس به یک مدرس نیاز دارد. احسنت، احسنت، تبارک الله. ولی آیان اجازه بدهید مطلبی را عرض بکنم. بله هم بفرم. من از جناب عالی تشکر میکنم، ولی روحانیت احتیاج به تبلیغ ندارد. در تمام طول تحولات مردم از روحانیت پشتیبانی کردند و پشتیبانی میکنند و خواهند کرد. بله. البته من معتقدم که نیت جناب عالی خیر بوده، ولی شاید در این بره تبلیغ علنی به نفع ما و جناب عالی نباشد. صحیح. مهم این است که دین خدا را حفظ بکنیم و مهم این است که مردم را از حقایق آگاه بکنیم. البته. آقای کاشان دستگیر شدند. در معرض گرفتاری ها هستند. انشالله که خدا نصرت عنایت کند بهشان و همه دعا بکنیم. شما صحیح میفهمین اینجا. اگر اجازه میفرمایین بنده مرخص میشم حاج آقا. مادرم چشم راه هستن. احترام مادر بر همه واجب است. شما بفرمایید، ولی ما برای نهار برای شما منتظر میمانیم. آقا انشالله میام خدمتتون. سلام. با اجازهتون. خدا حافظ. سلام. بله آج آقا. آج آقا، آقای ادیبان خودشان آمدند یا به اشاره شما بود؟ آج آقا خود به خود همه آمدیم دست بوسی. همه با هم. البته آقای ادیبان در این دو سال فن سیاست را آموختند. بله. توکل بر خدا. شما احتیاج به رأی دهات دارید. بله 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 آج آقا. بله. حقیر هم به حکم وظیفه با مردم همراه. تأمل میکنم، فکر میکنم. چشم. خیلی ممنون آج آقا. ولی بدون حمایت شما هیچ کاری پیش نمیره. مجلس به یک مدرس نیاز داره. من میدونم آخه کار این پزردایی امولشه. نتونستی کاری کنی؟ بابا وزیر کشور هیچ جوری زیر بار نمیره. میگه قوام میگه میخوام این کاشانی رو تازه به لبنان تبعید کنم. اون وقت اینا حسرت مدرس رو میخورن. میخواستی بگی به خاطر جلب حمایت روحانیون محلش این کارو کرده. اونجوری من گفتم. میدونی چی گفت؟ گفت نماینده‌ای که بخواد با حمایت روحانی بره تو مجلس میدونی به درد چی میخوره؟ به درد زیر گل. نمایندگی نمیخوره که. باید از طریقت گردم کنم. فقط دو روز غفلت کردم و دو روز. ببین چه دست گلایی دارم باب میدم. بابا تو 20,000 تومان گرفتی که بری هزینه کنی. خب برو هزینه کن دیگه. کم پولیه؟
هوشنگ خواهش میکنم یه کاری بکن. از دست من هیچ کاری برنمیاد. تو الان عصبانی هستی. فقط کار آقای پیرانش. همین. من نمیتونم اینو از بابا بخوام. موازه ادیبا نسبت به انگلیسا خیلی حاد شده. بابا حسابی از ازش گفتی. انگلیسای کسافت. خیلی زیاده. از کجا بردی؟ بله پول زیادی. کمک مردم. مردم؟ مادر این همه پول میخوای چیکار کنی؟ اینا چیز دیگه، خرج انتخابات و تبلیغات و این حرف هست. خرج مردم هم میشه. احمد جون این 10,000 تومنشو بردار، گوشت و برنج و روغن بگیری، آشپز خوبم استخدام کن. بابا 10,000 تومن خیلیه. خب حالا هرچی اضافه اومد بده به خانم جون. شما اگه آدم مستحق چیزی میشناختین. آره مادر دست درد نکنه. اتفاقا دو تا خانواده میشناسم که میخوان دختر شوهر بدن. میگم عمه این مشباقه برای آشپزی چطوره؟ خیلی خوبه. تمام محرما همه هیئت سرش دعوا داره. قیمتش که حرف نداره. خب دیگه هر جور خودتون سنم. با اینجور خرج کردن ما هم میشه مثل بهادر خان. نه دیگه بعد یه کاری بکنیم که تظاهر نشه. در خونه رو وا بذارین، مردم بیان تو، یه غذایی بخورن یا صحبتی باشون بکنن، یه طوری که شلوغ نشه. باشه تو نگران این چیزا نباش، به کارهای خودت برس. من چیکار کنم؟ هیچ. زنا که حق رأی ندارن. خب شما هم با آقای فرهنگ ستاد اداره کن. چشم. راستی کجا آقای فرهنگ؟ آقا جونم رفتم بازار با آقای شکرریز دنبال کارهای شما. سلام خانم. سلام آقای فرماندار، حال شما چطوره؟ خوش اومدین. آقای بادر خان تشریف دارن؟ بله، تو حوضخانه منتظر شما هستن. بفرمایید. زلیخا. چه قشنگ شدی با این لباسا. از این لباسا خوشم نمیاد. کی میشه زایمان کنم خلاص شم؟ لباسامو شستی؟ بذارشون تو بخچه. من نگفتم تو مطبخ باش قضا نسوزه. چی کار کنم خدایا؟ خانمنا 16 خاقانه ده سیل خدمت سیشتنه. اجازه بیرسوز شما راه نمایی کن بیان داخل. مهم جزم سن احترام. چشم جزم سن بیارن. چشم شازده خاقانی خدمت رسیدم. بله نزدیک انتخاباته. سلام. خوب هستیم.
شما بفرما. بفرمایید. ایشون که 16 است آشی باشن؟ بنده زاده. حالا شما سفره. بفرما شما. خب است. بفرما پسرم. برو بشین. آیون خیلی عذر میخوام. من پامی مقداره. خب الحمدلله هوا رو به بهبوده. بفرما. در خدمت هستم. علی آقا. بله آقا. آیون پذیرای بکنه. چشم آقا. بفرمایید. بله اختیار داریم. اختیار داریم. ما... بفرمایید دهان تناشی بکنید. خیلی ممنون متشکرم. بفرمایید خوش آمدید. حاج آقا ما باید خیلی زودتر از اینها برای دستروزی خدمتتون میرسیدیم. اختیار دارید خان. و کوچیک شماییم. حضرت عالی بزرگ و آقای شهر هستیم. خواستم در این موقع انتخابات از محضرتون فیض ببریم. ضمناً میدونید که عوام به هر حال به این امور واقف نیستند. ممکنه سوء تفاهم بشه. حالا خدمتتون رسیدیم که وفاق حاصل بشه. شما هم که آقای خاقانی دوره گذشته وکیل همین شهر بودید و قاعدتاً خبر دارید که چه کمبودهایی وجود دارد و نه خیابانی، نه مهمانسرایی، نه حتی مسجد درست حسابی و نه مدرسه، نه مکتبی و این مردم خیلی در مضیقه و اسرت به سر میبرند. خداوند انشالله همه ما را از شر اجنبی و اجنبی پرست خلاص بفرماید. همینطوره حاج آقا. اما شما میدونید که دولت فقیره. اوضاع جهانی هم که به هم ریخته است. حتی نمیشه وام گرفت. وقت شما انتظار دارید که ما مدرسه بسازیم؟ متن میفرمایید. پول مهم هست ولی اصل نیست. التفات میفرمایید. همین مردم اگر مدیر داشته باشند در کارهای عام المنفع پیش قدم میشوند. مهم این است که در راه رضای خدا کار بکنیم. فقط خدا. سلام آقای فرنگ. دکتر کجاست؟ رفته ده. هنوز برنگشته. چیه؟ چی شده؟ بهادر خان شازده با یه جماعتی رفتن خونه آقا. خونه آقا؟ مطمئنی؟ بله آقا خودم دیدم با چشای خودم. گفتم بیام خدمت شما هم بگم. میفرمایی چی کار کنیم؟ شما یه سرگوشی آب بدین. اگه خبری شد دوباره ما رو خبر کن. باشه چشم. با اجازه. آقا جون برن مگه مهمه؟ بله مهمه. اگه غفلت کنیم میتونه مهم بشه. حضرت عالی مستحضرید که نماینده مجلس شخصا نمیتونه کاری کنه مگر اینکه دولت پول داشته باشه و به نماینده بده. اینی که رقیب قول میده شهر آباد کنه دروغ میگه. آقا پول نداره. خب البته بنده خدمت شما عرض کردم همه کارهای مملکت با پول درست نمیشود. قصد و اراد و نیت خیر احتیاج دارد و اگر مردم نماینده را از خودشان بدانند و اگر مسئولین شهر همه مردم را یک چشم نگاه بکنند کارها انشالله صراط مستقیم هدایت میشود. و البته مستحضر باشید که طول تاریخ همه کارها را مردم انجام دادند. دولت ها بیکاره بودند. آقا ببخشید مثلا وارد کردن زنها در کار سیاسی مصلحته؟ خب نه دیگه آقا. الان رقیب خانمشو برده در ستاد میونه یه مش مرد نامحرم. خب این کار والا قبیحه.
حرامه. البته طرح قضیه به این شکل هم قباحت دارد جناب خان. نظر بنده شخصا رضای خداست و مستحضر هستید که مردم نماینده محلی را بیشتر گرایش دارند و انشالله خداوند همه را به راه راست هدایت کند انشالله. میشد حد زد بهادر خانم چی کاری میکنه؟ باید حدسشو میزدی. بله غفلت کرده. دست شما درد نکنه، این زور آخرشو داره میزنه. به نظر من جای هیچ گونه نگرانی نیست. این چه حرفیه آقای چایچی؟ چه تو جای نگرانی نیست؟ بله نباید خوشخیال باشیم. اومدیم و فردا آدمای خان تو شهر چو انداختن که چی آقا داره از کاندیدای خان حمایت میکنه. وقت چی؟ ای آقا فردا کدوم احمد آقا؟ غافلی شما. اما همین امروز غروبی من داشتم از سر دروازه میومدم ملت وایستادن میگفتن آقا داره از خان حمایت میکنه. به این زودی؟ به جان آقای فرنگ. عجب یک ملتی هن اینا که. بفرمایید. بله آقا اینها میخوان بین مردم اختلاف بیاندازن. کاملا درست میفهمید آقای شکرریز، منتها ما نباید فریب بخوریم. خب حالا تکلیف چیه؟ بهتر نیست بریم خدمت آقا؟ ها؟ آقای شکرریز؟ آقای فرهنگ شما دیگه چرا؟ آقا خودش متوجه همه چی هست؟ بله بله عرض کنم که آقا به نظر من البته باید که حکم مکتوب میدادن. بله یعنی چه؟ آقا باید نداره؟ بله؟ آقا هر کاری صلاح بدونن همون کار انجام میدن. درست آقای شکریش؟ همونطور که خدمتتون عرض کردم هر طور صلاح باشه آقا اونجور عمل میکنه. بله آخه اینجوری که بهانه درست میشه برای درگیری. غیر از اینهای فرهنگ؟ بله امکانش هست، خان میتونه مردمو بخره. اهالی دهات هم منتظرن به هر بهانه‌ای برن سمت خان از ترسشون. بله برحال همه چیز به رأی و نظر ایشون بستگی داره. کاش اصلا از اول ما رو قول ایشون مانور نمیدادیم. چی گفتی؟ چیکار نباید میکردی؟ نباید مانور میدید. دلیلش هم اینه که الان خان داره تفرقه میندازه بین مردم. نه آقا جون تا دیر نشده برید دنبالش. برید دنبالش تا برگردیم. هرجون کار تو دارم. چشما نه بذار خوش تنها بود. آقای چایچی، آقای اجازه بدید. مگه چی شد آقای چایچی؟ برید آقای عدیمان، شما به کسی احتیاج ندارید. آقا اجازه بدین، این چه فرمایشه میفرمین؟ آقای چایچی، من نمیدونم واقعا چی گفتم که بهتون برخوردم. آقای عدیمان، خدا بیامرزه پدرتون. همیشه به شما میگو وارد سیاست نشید. چون سخته و شما تحمل سختی رو ندارید. شما خیال کردید همین طوریه دیگه. ما 2 سال سختی میکشیم. جلوی خان ایستادیم. 2 سال تلاش کردیم که آقا شما رو تایید کنه. اون وقت شما میگید رو قول آقا چرا مانور دادی؟ پس رو قول کی مانور دادی؟
14 دوره است تو این مملکت انتخابات شده، ولی هیچ وقت مردم اینقدر مشتاقانه منتظر روز رای گیری نبودن. شما بگید قول آقا هیچ. قول آقا جهنم و بهشت رو برای این مردم تعیین میکنه. شما واقعا فکر میکنید آقا به اندازه من و شما نمیفهمه که چرا خان رفته خونش؟ برای چی رفته؟ آقا هر وقت قول دادن به قولشو عمل کردن. چطوری؟ شما صبر نکردی. این بهادر خان کارکشته سیاست، چند نسلش اینجا رو اداره کرده، خودش هم خوب بلده چیکار کنه. به خیالت آقا اونو نمیدست تو خونش را میداد؟ در خونه آقا روی دشمنم بازه. اما بین آقا و خان چه گذشته من نمیدونم. نه خستگی به تنم موند. حاج آقا اجازه بدیم. حاج آقا شما جای پدر من هستی، نباید اینطوری پشت منو خالی بکنی. شاید من عجله کردم. خواهش میکنم منو ببخشید. شما رو به روح پدرم قسم میدم حاج آقا، منو ببخشید. حالا که به روح پدرت قسم میدی چشم. پدرت خیلی گردن من حق داره، خوندن و نوشتن یاد من داره. اما شما هم سعی کنید دقت بیشتری تو حرفاتون به خرج بدید. چشم آج آقا، شما نگران نباشید. بفهمید. نه دیگه، امشب من نمیتونم، خیلی خستم. اجازه بدید فردا. خداحافظ. خداحافظ آج آقا. خیلی ممنون.